بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه رئیس محترم عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور و رئیس کمیته ملی المپیک کشور جناب رحیمی صاحب، هیئت رهبری ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک کشور، رؤسای محترم فدراسیون ها، اساتید، ورزشکاران و قهرمانان پر افتخار کشور ما، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ابتدا خیلی خوشحال هستم که بعد از چند ماه قرنطین به دلیل شیوع ویروس کرونا تمام شما بزرگان، اساتید، قهرمانان و عزیزان را در این محفل که به مناسبت شخصیت صادق و وطن دوست کشور جناب رحیمی صاحب، رئیس عمومی تربیت بدنی کشور برگزار شده می‌بینم. در طول 14 سال که من در خدمت شما و در خدمت هموطنان عزیزم از آدرس ورزش بودم، در کنار خاطرات خوب و شیرینی که داشتیم، متاسفانه خاطرات تلخ و فراموش ناشدنی هم دارم که برمیگرده در سالهای 2015 تا 2016 که یک مدتی را به دلیل مشکلاتی که در ورزش کشور به وجود آمده بود مجبور شدیم به رسم اعتراض کشور را ترک بکنیم و یک مدتی را از جمع شما دور باشیم. و متاسفانه همین 13 ماهی را که ما در کنار شما نبودیم، متاسفانه خیلی از او توانایی را که ما داشتیم یا او توانایی را که به او توانایی که ما رسیده بودیم خیلی فاصله گرفتیم و دلیلش هم ایجاد المپیک و فدراسیون های موازی بود که متاسفانه در او دوران نه تنها ما، هیچ کدام از ورزشکارهای کشور ما متاسفانه نتانستن به درستی تمرین بکنن، به فکر آرام تمرین بکنن و ما مسابقات المپیک 2016 هم پیشروی داشتیم. متاسفانه نتانستیم درست تمرین بکنیم و تمرکز صحیح نتانستیم داشته باشیم روی تمرین خود و متاسفانه که از بازی های المپیک ریو باز موندیم و نتانستیم که در کل راه پیدا بکنیم به مسابقات. ما به نمایندگی از ورزشکاران، اگر اجازه تان باشه، از صبر و تلاش و کوشش و زحمت و حوصله مندی جناب رحیمی صاحب، رئیس محترم ورزش کشور ما، قلبا تشکری میکنم و خیلی زیاد خوشحال هستم که همو فضایی را که ما ورزشکاران نیاز داشتیم را ما حال شاهدش هستیم. و بعضی اوقات بیارف دلم است، بعضی اوقات وقتی به گذشته های خود مرور میکنم، با خود میگم که ای کاش جناب رحیم صاحب یک مقدار زودتر در جنگ اضافه میشدن که ما از که ما از مسابقات، که از ما از بازی های المپیک که پیشروی داشتیم، از بازی های المپیک ریوی که پیشروی داشتیم و از او باز نمی ماندیم و ما مطمئن بودم می تانستیم که ما برای بار سوم افغانستان را از بازی های المپیک صاحب مدال بکنیم، اما متاسفانه اتفاق نفتید. و اما اولی خیلی خوشحال هستم که او فضا آمده و در اختیار ورزشکارای ما، در اختیار جوانای ما هست که بتونن از این فرصت خود خوب استفاده بکنن. ما برای تمام ورزشکارای کشور آرزوی موفقیت دارم. شما نماینده های ورزشکارای ما هستین و خیلی کوتاه میگم که از این فرصت طلایی که در اختیارتان است و در کنار جناب رحیمی صاحب هستین به خوبی استفاده بکنین.
این فرصت فکر نمیکنم که خیلی براحتی اگر براحتی به دستان بیاید. کوشش بکنید از این فرصتی که پیشتان است حتما استفاده بکنید و انشاءالله که میتونید موفق هم باشید. آرزوی موفقیت میکنم برای همه گیتان. در آخر از تمام رؤسای محترم فدراسیون ها بابت برگزاری مراسم و از دادن لقب شخصیت صادق و وطن دوست به جناب رحیمی صاحب قلبا تشکری میکنم و لیاقتش دارن، حقدار هستن واقعا با نظر به زحمت که کشیدن، نظر به تغییراتی که در ورزش کشور آوردن و واقعا حقشان است و این وظیفه ما، وظیفه ما ورزشکارا و وظیفه همه ما، همه اساتید و بزرگای ورزش است که ما در کنار جناب رحیمی صاحب باشیم و دست به دست هم بتیم. به تنهایی به نظر ما هیچ کدام به هیچ جایی نمیتونیم برسیم و ما انشالله که شاهد دستاوردهای بهتر مخصوصا از بازی های المپیک پیش رو باشیم. زیاد مزاحمتان نمیشم، آرزوی موفقیت میکنم برای همگیتان و لقب شخصیت صادق و وطن دوست را به جناب رحیمی صاحب قلبا تبریک میگم و آرزوی موفقیت میکنم برای شما. موفق باشید.